سمر خانم، اگه وقت دارید میشه چند لحظه صحبت کنیم؟ ولی حتما. بریم تو اتاق موسیقی. زیاد وقتتونه نمیگیرم. گوش میدم. سمر خانم، دیشب ما شب بدی رو گذروندیم. بله متاسفانه. من قصد ندارم از خودم دفاع کنم، اصلا لزومی برای این کار نیست. تو این مدت که با هم زندگی کردیم فکر کردم منو شناختین، ولی دیروز مطمئن شدم که هنوز منو نشناختین و این منو ناراحت میکنه. ولی چیزی که پیش اومد ناراحتی نداشت. از اولش بهتون گفتم که اتفاقات بدی پیش اومد. موضوع خیلی ناراحتم کرد چون منو داخل مشکلات خودتون کردید. احساس کردم جزء این مشکلاتم، در صورتی که وقتی شروع کردین من تو این ماجرا نبودم. من خیلی وقته که تو این خونه ام. سمر خانم، من خودمو از این خونه میدونم. همه منو از اول از خودشون میدونستن. رفتارشون با من مثل یکی از اعضای خانواده است. من غیر ممکنه کاری کنم یا رفتاری کنم که نظام این خونه رو از بین ببره. وقتی وارد آشپزخونه شدین، در صورتی که داشتم همه رو آروم می کردم بهم گفتین که باید حد خودم رو بدونم. گفتید باید یا با پایینیا باشم یا بالایا. جای من از موقعی که اومدم عوض نشده. تو عمرم این حرفا رو نشنیده بودم تا وقتی که شما زدید. دیروز خیلی عصبی بودین و حرف هیچ کس رو نمی خواستین گوش کنید. به خاطر همینم سعی کردم سکوت کنم و حرفی نزنم، چون نمیخواستم اوضاع بدتر از این بشه. حالا ازتون ممنونم که به حرفم گوش دادید. میدونم دیروز نتونستم خودم رو کنترل کنم. هر کی جای من بود همین رفتار رو میکرد. شاید حرف درستی نزدم چون عصبی بودم، ولی منظورم به تو نبود. خواهش میکنم بد برداشت نکنید. من این حرف رو نزدم که شما رو توجیه کنم یا از خودم دفاع کنم. نه اینطور نیست. من از دیروز ناراحت بودم، باهاتون حرف زدم که خودم رو خالی کنم، فقط همین. فهمیدم، ممنونم که توضیح دادی. خب اگه شما برید دیگه احتیاجی نیست من بیام. اگه به خاطر من نمیری من نرم مشکلی نداره. نه اصلا. از این فرصت استفاده میکنم و ازت میخوام که کمکم کنی. چند تا کار دارم که خیلی وقت میبره، اگه کمکم کنی زودتر تموم میشه. بله حتما. کاری که نداری؟ نه اصلا. با اجازتون. خدا به همراهتون. همش دو صفحه است، مگه نگفتین خیلی کار دارین؟ کار بهونه بود، میخواستم باهات حرف بزنم. بفرمایید. اونطور که فهمیدم تو از موضوعی که دیروز پیش اومد ناراحت شدی. نمیدونم بین تو و سمر چی پیش اومده، ولی احساس میکنم که ناراحتی. ما با هم صحبت کردیم و مشکل حل کردیم. واقعا خوشحال شدم. لزومی نداره موضوع رو خیلی بزرگش کنیم. فیروز خانم برای همیشه اینجا نمیمونه، باید تحملش کنیم. این چه حرفیه ادنان بک، اون مهمون ماست. ولی طوری رفتار میکنه که انگار صاحب خونه است. اگه رفتارش درست نیست یا کاری میکنه که باعث ناراحتی شما میشه، خواهش میکنم باش بحث نکنید. من خوب شناختمش، یه خورده رفتارش فرق داره. درسته بعضی مواقع غیر قابل تحمل میشه، ولی بعضی وقتا واقعا رفتارش خیلی خوبه. تو مطمئنی؟ بله، شخصیت خیلی عجیبی داره. از شوخی و سورپرایز کردن خوشش میاد. شاید اون مرحله سختی رو میگذرونه. زندگیش دچار تغییرات زیادی شد. سعی داره مثل قبل قوی باشه. خیلی بلاها سرش اومد.
خونش رو فروخت و بین مرگ و زندگی دست و پا میزد. درسته که یه رفتار عجیبی داره، ولی واقعا قصد نداره کسی رو ناراحت کنه. خیلی خوشحالم که این حرفا رو میشنوم. خیالم راحت شد. ممنونم. اینا رو ولش کن. باشه، پس من میرم پایین. بازم ممنونم. خواهش میکنم.